در همین رابطه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. آقای علیجانی، اخبار متناقض هست در رابطه با سلامتی علی خامنه ای. چرا رسانه‌های داخلی و بیت علی خامنه ای یک گزارشی در رابطه با این موضوع ارائه نمیدن، شفاف سازی نمی‌کنن در حقیقت؟ با سلام. بله، رفتار دفتر و بیت آقای خامنه‌ای کاملا متناقض هست. گاهی گاهی خودشون پیش قدم می شدن، چند سال پیش که عمل پروستات کرده بودن پیش از همه خودشون پخش کردن، حالا در حالی که فضا انباشته است، شنیده و شایع است، عکس العمل نشون نمیدن. این بار البته ما دیدیم دیدار با مجلس خبرگان نذاشتن، دیدار با بسیجیان گرگان لغو شد و این بار در واقع خواستن در عمل پاسخ بدن، ولی در عمل پاسخ بسیار مبهم و مشکوکه. یک ویدئوی نوه خانی 12 دقیقه‌ای سایت رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده که یه گوشی از اون چهره تکیده و لاغر آقای خامنه‌ای دیده میشه و یه فایل صوتی 7 دقیقه‌ای که ایشون که سخنور قهاری است با نفس نفس 7 دقیقه و مثلا چند ثانیه صحبت میکنه، به سرعت 2-3 تا نکته بیشتر نمیگه، 40 رو تجلیل میکنه، هیئت‌های مذهبی رو تاکید میکنه و توصیه به حق و صبر میکنه، ولی جمله کلیدیش اونجاست که خسته نشدن و خود را در بن‌بست ندیدن. یعنی این توصیه آقای خامنه‌ای، توصیه به صبر که حالا معنا میده که چند روز پیش سمینار صبر گذاشته بودن، یعنی مرغ آقای خامنه‌ای یه پا داره، این توصیه هم به نوعی وصیت سیاسی آقای خامنه‌ای که چه من باشم و چه نباشم این مسیر باید ادامه پیدا بکنه، ولی این پاسخی است که بر اون تردیدها افزود، البته بر شایعاتی که ایشون فوت کرده خاتمه داد و بلی به اون تردیدها افزود که ایشون به شدت در حال فرتوت بودن و در واقع بیماری هستند. کمتر از 1 دقیقه آقای علیجانی، اگر واقعا آقای خامنه ای اینقدر بیمار باشن، صلاحیت نشستن بر کرسی رهبری رو دارن؟ طبق اصل 111 قانون اساسی هرگاه رهبری از انجام وظایفش ناتوان بشه برکنار میشه، ولی بنا به تشخیص مجلس خبرگان که مجلس خبرگان خودش الان دست نشانده آقای خامنه‌ای است، ولی خب این از اساسا بازنشستگی تو سنت آقایون نیست، از بس که اهل تقوا و اهل آخرت و کنترل دارن رو هوای نفسشون، مثل آقای جنتی که اختیار زبان و بدنشو نداره بر کرسی ریاست هست، آقای خامنه‌ای هم بر همین سنت هست، ولی این در واقع میخوان بگن عمود خیمه وجود داره، ولی این عمود خیمه امروز با صدای لرزان و صوتش رو فقط منتشر کردن و این نمادی است از لرزانی عمود خیمه جمهوری اسلامی، اگر نگوییم کلیت جمهوری اسلامی. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما بودین.